بسم الله الرحمن الرحيم. خدای متعال تو این آیه ای که عرض کردم میفهمد اگر شما اهل ذکر شدید، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین، اگه از این ذکر غفلت نکردید. به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی این ذکر تامم نیست، ذکر صبح و شامه، یک ذکر پنهانیه در درون به حالت تضرع و خوف صبح و شب. اگر غفلت نکردید ان الذین عند ربک، مقام عند رب پیدا میکنید، اونم نه رب بهم، عند ربک، مقام عند رب نبی، اون ربوبیت او رو به عالم میبینید، از اونجا به عالم نگاه میکنید. دیدی دادم وقتی از بالا نگاه میکنه ماهواره ای صورت مسئله ها عوض میشه؟ اونایی که از عند رب قرار میگیرن دیگه استکبارشون برداشته میشه، دیگه خاشع میشن، پرده میره کنار، جایی برای استکبار نمیمونه. اونایی که در رب نیستن تو حجابن استکبار میکنن. وقتی پرده ها رفت کنار، ربوبیت او رو دیدی، اونم ربوبیت، اون ربوبیت اعظمشو که ربوبیت نسبت به نبی اکرمه، که همه عالم رو داره به اون ربوبیت پرورش میده، ذیل نبی اکرم کل کائنات دارن رشد میکنن. اگر از اون منظر به عالم نگاه کردی دیگه استکبار. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه. دوم خاصیت این ذکر اینه، مقام اندر رب وقتی حاصل شد، کسی که مقام اندر رب داره خدا رو تسبیح میکنه، پروردگار تو رو تسبیح میکنه. تسبیح کار آسانی نیست که آدم واقعا او رو منزه بداند، همه سختی ها، همه مشکلات عالم رو پای خودش بنویسه، پای دیگران بنویسه، پای حکمت بنویسه. سختی های دنیا موجب نشه عیب پا خدا بنویسه. در یه روایت میدیدم حضرت فرمود که ذیل این آیه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونا راضی است، اینا هم از خدا راضیان، خیر البریه شیعان امیرالمومنین، ذیل سوره بینه. حضرت فرمود خدا از بنده های خوبش راضیه، ولی این بنده ها چون تو عالم امتحان و تمحیصن، باید خالص بشن، خدا امتحان های سخت ازشون میگیره، میخواد پاکشون بکنه، جنگ درست میکنه، بیماری میاره، فقر میاره، داره تمحیص میکنه، این طلا رو داره ناب میکنه، داره خالصشون میکنه. یک گلایه‌ای تو دلشون با خدا پیدا میکنن، روز قیامت که برکاتشون میبینن و خدا اونام از خدا راضی میشن. رضی الله عنه و رضو، رضی الله عنهم و رضو عنه. این که آدم بتونه تسبیح کنه وسط بلا بگه سبحان الله، ببرنش تو کوره بگه سبحان الله، تردید نکنه. امتحان سخت اجتماعی، فردی، خانوادگی، عالم عالم امتحان دیگه، قحطی چنین چنان، غافلش نکنه. تبشر عباد جز به اونا باشه، یسبحونه، ای پا خدا نمیمیسه، زیبایی های کار خدا رو جرم نمیبینه، گناه خودشو پا خدا نمینویسه. اون چه منصوب به خداست همش زیباست، اون چه منصوب به ما هم من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساوی همون. ما خوبیامون بدیه، بدیامون که حساب خود داره. من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساوی مساوی، کسی که خوبیاش بدیه، بدیاش حسابش پاکه. دعای عرف سید الشهدا علیه السلام، تسبیح خدا، این تسبیح مقام رضا میاره. و این کار کسایی است که اگر یاد این ذکر رو داشتیم، غافل نشدیم، مقام اندر رب پیدا میکنیم. کسی که از اون اندر ربک، از اونجا به عالم نگاه میکنه، اول استکبارش برداشته میشه، دو اهل تسبیح میشه، خدا رو تسبیح، ای پا خدا نمینویسه. همین که ببینه بیمار شد نمیگه خدای چرا با من. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی